مدسگیری صاحب کاران در شهر و نوحیه های ولایت خطلان یک قطار تازکاری ها سامون یافته نقطه های خدمت رسانی تعیناتشان گوناگون موردی بهره برداری قرار گرفته است که در بهداشت روزگاری مردم زمینه مساعد فراهم آورد. مؤسسه تحصیلات میونه عمومی رقم 38 به نام سعد الله فیض الله در ناحیه جلال الدین بلخی با اقدام صاحب کاری وطن دوست سعید مراد سعد الله در دایره تجلیل از جشن بین المللی نوروز به استفاده داده شد. مؤسسه با لوازمات ضروری مجهز بوده خوانندگان امکان دارند در شرایط ارزنده تحصیل نمایند. امروز با دستگیری جناب عالی و صاحبکاری محلی سعدالله سعید مراد و فرزندان او ما صاحب چنین بنای نو زمانوی گشتیم که با تمام شرایط های زمان معاصر تجهیزانیده شده است. اولا مینداری خود را به پیشوای معظم ملت و چنین صاحبکاران می رسانم که از نام خودم و از نام کلکتیو و از نام اهل محله که شادی و کنار آنها حد و کنار ندارد که در عرفه جشن نوروز با ما تحفه پیشوای معظم ملت چنین یک بنای نو زمانوی هدیه کرده شد. در صحن مؤسسه با دستگیری این شخص احسانکار جشن نوروز عجم با رعایت تمام سنت و عنعنه های اجدادی برگزار گردید. ساکنان محله به نام پوشکین با آمادگی کامل این سنه مبارک و فرخنده را استقبال نمودند. زنان و بانوان هنرمند در احیای طعام های ملی هنرهای مردمی سهمگذاری نمودند. محصول دستان معجزه آفر خیش را به نمایش گذاشتند که ریشه در عمق تاریخ داشتن این ملت صاحب تمدن بازگویی می نمود. رهبریت ناحیه در تنتنه نوروزی باشندگان دهه پوشکین شرکت نموده قید داشتند که نوروز رمز هویت ملی و استقلالیت دولتی کشور می باشد. مورد استفاده قرار گرفتن نقطه های خدمت رسانی به رشد دهات مساعدت کرده شخصان احسانکار در نزد خود مقصد گذاشتند که این اقدام را در سمت بهداشت روزگار مردم تقویت می بخشند. طعام های ملی دلده، آش بریده، آش پلو طبعا به این جشن با شکوه است که با مهارت خاص کتبانها آماده کرده جشن نوروزی را زینت خاصه بخشیدند. خوانندگان مؤسسه تعلیمی پارچه های شعری در وصف نوروز خجسته بهار فرخنده قرائت نمودند. در حقیقت نوروز رمز ازلی پیوند انسانیت با طبیعت با اعتدال آمدن شب و روز و رسیدن به روزگار نو و آسوده را انعکاس می نماید. زیرا تمام آیین های نیک نوروزی که سرچشمه بزرگ اخلاقی و تربیوی بنیادکاری و سازندگی دارند برای مردم ما امروز معتبر و عبرت آموز. اهل فرهنگ ناحیه با ترانه های سرشار از ستایش نوروز بهار دلفروز جشن نوروز ساکنان دهه را شکوه و جلال خاصه بخشیدند.